گر به تو افتادم نظر، چهره به چهره رو به رو، شهر دهم غم تو را، نکته به نکته مو به مو. اشعار طاهره از ظرافت و زیبایی عجیبی برخوردار هستند. واژه‌هایی که طاهره در اشعار خودش استفاده می‌کنه با خیلی از اشعار دیگه متفاوت هستند. مثلا در یکی از ابیات این اشعار طاهره اینطور می‌نویسه: کشته تیغ ابرویت گشته هزار همچو من، بسته چشم جادویت میم یکی و لام دو. که در اینجا طاهره همه ملل عالم رو بسته چشم جادوی محبوب روحانی میدونه. طاهره در سال 1233 هجری قمری در قزوین تولد یافت. نام اصلیش فاطمه بود. از طاهره تصویر حقیقی در دست نیست و آنچه که ملاحظه می کنید تصاویری خیالی است که هنرمندان از وی کشیدند. از طفولیت تحصیل علوم دینی و ادبی کرد. برخلاف میل پدر و خانوادهش شیفته تعالیم شیخی شد. سید کاظم رشدی رهبر شیخی ها به او لقب قرة‌العین داد که معنی آن آرامش بخش چشم هاست. در سال 1844 هنگامی که مرد جوانی از شیراز به نام سید باب اظهار کرد که منجی موعودی است که به ظهورش وعده داده شده است، طاهره تنها زنی بود بین 18 نفر اولیه‌ای که به او ایمان آوردند. نقش وی به عنوان یکی از مؤمنین اولیه آیین جدید چنان درخشان، پر ایثار و تأثیرگذار بود که نامش را برای همیشه در تاریخ پیشرفت بشریت تابنده کرد و پیامد قیامش عاملی حیاتی شد برای تحرک جامعه زنان در سطحی گسترده از جهان. از همان دوران کودکی کاملا مشهود بود که طاهره کودکی متفاوت و سرآمد است. اگرچه سواد آموزی زنان در آن زمان امری نامعمول و کم سابقه بود، ولی او توسط پدرش که یک روحانی بزرگ بود تعلیم دید. هنگامی که همکاران پدرش برای مباحثه درباره آیات قرآنی به خانه او می آمدند، طاهره پس پرده ای می نشست و به مباحثات آنان گوش فرا می داد. یک روز هنگامی که یک ملا مسئله ای را از پدرش پرسید و آن دو به بحث درباره آن مسئله نشستند، طاهره حرفشان را قطع کرد و چنان جواب سنجیده و محکمی به پرسش آن ملا داد که وی را چاره‌ای جز قبول آن حرف نبود. از آن به بعد طاهره از پس پرده در کلیه مباحثات مطروحه در مجلس درس پدرش به عنوان یک عضو رسمی شرکت می کرد. از زمانی که به باب ایمان آورد تا هنگام مرگ دردناکش زندگیش را کلن صرف خدمت به آیین جدید نمود. وقتی که ناصرالدین شاه به طاهره درخواست ازدواج میده و از او میخواد که از اعتقاداتش تبری کنه، طاهره در پاسخ مینویسه: تو و ملک و جاه سکندری، من و رسم و راه قلندری. تو و ملک و جاه سکندری، من و رسم و راه قلندری. داستان زندگی طاهره که فصل تازه‌ای رو در آزادی زنان در ایران و جهان شروع کرد، مورد بررسی و مطالعه بسیاری از محققین قرار گرفته. برای هر کسی که با زندگی طاهره آشنا هست، واضحه که انگیزه اصلی طاهره که در اون راه جان خودش رو هم فدا می‌کنه، ایمان به ساختن دنیای جدید طبق تعالیم آسمانی هست که در آثار حضرت باب و بهاءالله برای عالم انسانی نازل شدند. در اواخر ژوئن 1848 واقعی اتفاق افتاد که به نام کنفرانس بدشت مشهور است. 81 مرد و یک زن در این کنفرانس شرکت داشتند که همه بابی بودند. اگرچه همه از جان گذشته بودند و هزاران نفر از نزدیکانشان نیز جان خود را
فدای آیین جدید کرده بودند، اما بسیاری از آنان هنوز ندانسته بودند که آیین جدید آیینی مستقل می باشد. در کنفرانس تاریخی بدشت بود که طاهره در نهایت جمال و آراستگی و بدون روبند وارد جمع شد و با این اقدام استقلال آیین جدید را عملا اعلام داشت. این حضور برای مردان حاضر در آن جمع غافل کننده بود. طاهره با حضور معصومانه و شکوهمند خود شگفت عجیبی در جمع ایجاد کرد و تأثیر شدیدی بر جای گذاشت. هدف وی اعلان پایان دور قدیم، آغاز دور جدید و اثبات تساوی حقوق زن و مرد بود، کما اینکه به هنگام شهادتش این اصل را با این عبارت به مأمور قتلش تأیید کرد: تو می توانی هرگاه که بخواهی مرا به قتل برسانی، ولی نمی توانی جنبش رهایی زنان را متوقف سازی. ای عاشق زار یار برخیز،
وصل یار برخیز، ای آن که خزان فسرده کردت، اینک آمد بهار برخیز، اینک آمد بهار.